این نه این است که تو که خط داره بیا. این نیست. آه دست شما در دیدی؟ بگی بالا بشه بپاش الان سر میشه. دوستان خیلی خوشحالم که تونستم نقش خودم رو در تاریخ پزشکی به خوبی ایفا کنم. سر شد، ببر بره. یه تست بکن کامل سر شده باشه. اینه الان حسش میکنی؟ نه ببین یواش زخم نشه دکتر. ببین کیه؟ نه نه نمیکنه. اوکی بخ دکتر، من تا حالا آپاندیس در نیاوردم. آپاندیس کجاشه؟ شوخ طبیعی هم توی این مواقع بحرانی خودش هنریه ها واقعا. نه اتفاقا من شوخ طبع نیستم، من خیلی یه دنده و لجبازم. منم عشق پول بودم و همون بچگی اینطوره که بودم. شما چجوری هستی؟ من حساسم، حساس و لطیف جونه. از شیوه مدیریتی من داری سوء استفاده میکنی، تست خودشناسی رو انداختی. عمل کن بره دیگه. دکتر راهنمایی میکنین؟ ببین سمت راست پایین نرسیده به لگن. دکتر درست بشه نشکافم دوباره یه جدیگه. نه شما بشکاف دکتر، با مسئولیت شما. بله دکتر کاشف ببوریش. ببخشید یه جا دست به من بدی. بفرمایید. این چر شطوری قاچیش که دیگه. دکتر زیاد نبرید به نظر شما؟ حالا به هر حال ببخشید دکتر، یه راهنمایی میکنید من پیدا کنم؟ گفتم که ببین مستقیم میری پایین سمت راست، میری پایین برو سمت لگن. مگه داریم شما نمیدونید آپاندیس کجاست؟ الان لگن رو رد کردم. نه لگن رو رد، برگرد. نمالی بغل برو یکم دیگه به راست. الان اونجا باید آپاندیس باشه. همونه آپاندیس. درش بیارم؟ بله دیگه بیار بیرون. دکتر این خیلی کوچیکه آپاندیسش، من روم نمیشینه بدم به پدر زنم. عزیزم آپاندیس پیشکشی رو که نمیشمرن، همین خوبه. ولی خب تازه است، من دو تی قلوه تازم دارم گوسفندی. میخوای بندازیم تنگش باز پدر نیست. زنش پدر زن تو صدا کن که داغه. چشم دکتر جان پاشو بلنشو برو اورژانس بده بخیت کنن، الان شلوغ میشه زیر دست و پا میمونی. آره برات خوب نیست، پاشو. من خونریزی دارم، نمیشه که. عزیز دلم شما محکم این شکاف رو میگیری. تو مدیری لایقی. من اصلا که گوش کن منو، محکم این شکاف رو بگی چیزی ازت بیرون نریزه. میری اورژانس میگی کاشف سلام رسون گفت منو بخیه کنید. برو عزیزم بگی، محکم بگی پاشو بیرون نریزه چیزی ازت. بودو از شما بعیده دکتر. بخوای یه تشت بدی رئیس اورژانس بگو منو بخیه کنید. برو عزیزم یه تشت بهش میدادین کف سالون نریزه آن چیزی. پدر زنم رو بیاری بیاریش. به به نگاه کن. بفرمایید. خب اون آپاندیس صحرایی رو بده من. بفرمایید دکتر. میخوام برم یه آب پیش بزنم چرک نشه. خوبه. سر کنید. برچش. بابا اینه. نه از قرمزه میزنم. همونه. بریز اینجا رو بگیر. خیلی ببین سر شد. بابا جون الان احساس میکنی چیزی؟ نه احساس نمیکنم. ببرم دکتر؟ بله. بیا دست شما در. بزرگتر از این نداشتیم؟ دیگه بابا جون به بزرگی خودتون ببخشید، این دیگه همینقدر بود. دکتر با عزتتون. بله خواهش میکنم. خار بذارم. اینا خوبی، اینا میدونید چی چیه؟ اینا این در دل شما رو که نمیدوزن، این تو کار جا میفته. دکتر یه راهنمایی میکنید. جاش برو مستقیم دوباره پایین سمت راست. لگن رو رد کرد. نه لگن رو نباید رد کنی، همون به لگن که میرسی سمت راست. همونجاست. اونجا بذار. خیر. اونو نگه داریم. خیلی هم عالی. خب
خیلی هم بهتون میاد و خیلی مبارکه. خیلی من از اینجا میبینم خیلی شیک شد. خیلی ممنونم. همه تون خیلی محبت کردید. شادیاتون خدمت کنم. قربون شما. اگه اجازه بدید، حال شما که این آپانسیستون عمل کردید، به میمنت همین آپانسیستی نوت بیایم دست این دوتی جوانم بذاریم تو دست هم دیگه، کار خیرم کرده باشیم. بله، بعد که بد بشه اون زمین رو انداخت پشت قبالشون. حالا دیگه قیچی و آپاندیس که دست خودتونه دیگه. بله دیگه، هرچی یعنی سل صدا کن بیا. بیا تو پتو رو چی کار کنیم اول زندگی؟ خب من فامیلامو میدونستن که سرماییم، برای همین اینجام که بر بیابونه، میدونن از هر جایی یه سوزی میاد، اینا رو آوردن که من بکشم رو خودم دیگه. 15 تاش بس بود دیگه، 12 تا اوتو میآوردن. استفاده میشه، الکی نگران نباش. یه موقع یه مهمونی میاد میکشیم روش، فردا پس فردا بچه دار میشیم میکشیم روش، میخواییم بریم یه جایی مهمونی چند تاشو کادو میبریم. آره تا حالا این منظر بهش فکر نکرده بودم. یه دونه عکس پسر شجاع و پدر جپتو هست، اونو میندازیم رو بچه‌مون. چه قشنگ. میدونی چقدر خوبه که دوتا فکر با همیم. من تا حالا تو زندگیم دوتا فکر با هم یه جا نبودم. بهروز. بله. من یه حسی دارم. مریض شدی؟ الهی بگردم. اصلا ناراحت نباش، من از اون مردایی نیستم اول زندگی مشترک زنم مریض باشه بلندشم برم سر کار. میخوای مرخصی رد کنم؟ نه اصلا نگران نباش. میدونی یه حس خوبه، اولین صبح دلنگیز زندگی مشترکمونو دارم. دردم داره؟ بهروز خوشبخته که درد نداره. تو چه حسی داری؟ من در اولین صبح درنگیز زندگی مشترکمون گشنمه. آخه صبحونه میخوای؟ آره. حالا حواسی چی کردی؟ 10 تا تخم مرغ اصلی با گوجه و خیارشور. آخ تخم مرغ نداریم که. اشکال نداره. نه خامه اصلی با پنیر گردویی و نون بربری تازه. خامه عسلی و پنیرم نداری. نون بربری تازه با چای شیرین میخورم، قورت میدم. نونم نداریم بهروز، چایی هم نداریم. یعنی باید برم اینا رو بخرم؟ پولم نداریم. خب خیلی خوب، اصلا خونسردی خودتو از دست نده، همون حس درنگیز زندگی مشترکمون داشته باش. الان ما دوتا فکریم، فرقش اینه یه فکر نیستیم. دوتا فکرمونو با هم یکی کنیم، ببینیم باید چی کار کنیم. هیچی پول نهاریم، 100 تومن هم نداریم. پیش خودت فکر کن، بعد منم فکر میکنم، فکرامون با هم میریزیم رو هم چیزی میشه. هومن چیه زو زدی به سقف؟ هومن ها؟ چیه زو زدی به سقف؟ هیچی، دارم فکر میکنم که از این به بعد اگه هر کسی آپاندیسش بترکه، این تصویر منه که تو ذهن آدم ها میاد. بعد این همه فشار کاری و مانور و بدبختی میخواستم بمونم تو خونه 2 روز استراحت کنم، مرخصی بگیرم. این حال و روز منه، باید برم به جای جنابالی سر کار جور جنابالی رو بکشم. وقت تو چیکار کنی؟ زل بزنی به سقف، دراز بکشی واسه خودت، تزیون بگی. خیلی جالبه.
حالا ببین وقتی اینا اومدن سراغ من از تو چشاشون فهمیدم که به آپاندیس احتیاج دارن. یعنی واقعا ببین من دیگه کارمو انجام دادم دیگه به عنوان نماینده یک بیمارستان. برادرای مردم مثل کوه پشتشون وامیسن، خواهرشون آب تو دلشون تکون نخوره. اون وقت برادر منو ببین، این حال و روزشه و بال گردن من شده. خیلی جالبه. حالا با اهدا کردن این آپاندیس تو نمیدونی من چقدر خوشحالم که تونستم دست دو تا جوونو بذارم تو دستم دیگه. اصلا کارمو تموم کردم من. آفرین آفرین. پاشو بیا صبونتو بخور، صبونتو جمع کن. باید بری کمد منو مرتب کنی، ظرفارم بشوری. آ، دو تا کفشم دم در اونارم بعد واکس بزنی. پاشو. حالا چی داری میگی؟ من مریضم، استراحت مطلقم. من نمیتونم تکون بخورم از جام. من الان برم به پرسنل بیمارستان بگم داداشم مریض استراحت مطلقه به خاطر دو سه تا بخیه ساده. پاشو پاشو، هزار تا کار داری، یه گوشه کارو بگیر ببینم. حالا من نمیتونم امروز اینجا دست تنها باشم، یکی باید باشه اینجا کمک من کنه، میزو تمیز کنه، میوه رو بچینه، میان به دیدن من، برای قدردانی اینا از من میان تو این خونه، بعد من نمیتونم تنها باشم، خجالت میکشم. الان کیف من کجاست؟ من نمیدونم. حالا ولی چقدر خوب شد این فیلم استعفای منو پخش نکردی. شانس آوردیم خطر از بیخ گوشمون گذشت. در آسانسور باز شد. یابی خوش آمدید. بفرمایید داخل. حسابم. در آسانسور باز شد. جناب شهرام شما این فیلم مربوط به دکتر صحرایی دیدم. آره دیدم، تو بیدی شب دیدم. خواهش من دوباره ببینم. هوای داخل آسانسور 27 درجه بود. خیلی واقعا خطر در امیر آسانسور باز بوده و طبقه یک بفرمایی داخل در آسانسور بسته میشه. دکتر صحرایی دکتر اونجا فیلم دکتر صحرایی رو دیدیم. دیشم میخواستم ببینم، تخمم تموم شده بود، تخمه نندوشه گفتم برای بعد. آقا بذارم پوشی بارو که بفرمه در آسانسور باز بوده سلام، منم بهروز. صبح بخیر. مومن برو در باز کن، آقا بهروزه. حاله حال و روز منو که میبینی؟ من نمیتونم برم، خودت برو. آه بابا، من صبحونه رو آماده کردم دیگه، نوبت توه. به به، سلام علیکم آقا بهروز. سلام، حال شما چطوره؟ خوبی؟ خوب هستین؟ خسته نباشید. با آپاندیسی که شما به ما دادین زندگیمون عالیه، دست شما در. خواهش میکنم بهروز جان، برای ما دوستیم، رفیقیم، همکاریم. حالا وقت بود واسه این حرفا. خواهش میکنم، دیگه زندگی مشترک، وقت من مال خودم نیست، مجبور شدم الان مزاحمتون. متوجه هستم. ماندان خانم جان، وقت با فامیلا تشریف آوردین ها؟ نه ببین دکتر، ما یه تصمیم گرفتیم اول زندگی تا فامیلامون مالو پاگوشا نکردن ما دعوتشون نمی‌کنیم. آها مطمئن. پس الان همین جوری اومدیم برای همین هماهنگی و در واقع با خبرنگار و برای قدردانی. نه نه، یه تیکه نون دارین برای صبونه دلانگیز اولین روز زندگی مشترکمون نون نداریم. پس برای این قدردانی و تشکر و اینا نیومدین. نه دکتر، طرف کلیه میده ناشناس تا آخر عمرش میخواد کسی نفهمه که اون کلیهشو اهدا کرده. یه تیک آپاندیس انداختین جلوی ما، میخواین تا آخر عمر به ما سرکوف بزنین. بهروز جان این نون چی شد؟ اومدم عزیزم، دارم میگیرم نونو، اگه بده. حالا جان یه ذره نون بیار. بله. ببخشید دکتر، دیگه نون خالی که نمیشه صابونه خورد، اگه پنیر دارین یه ذره بمالن روش. حالا یه ذره پنیرم بیار. اومدم عزیزم، دارم میام. من ماندانا گوجه خیلی دوست داره، یه گوجه هم بشوریم قاچ کنیم ببرم براش، خوشحال میشه. میخوام یهو هیجان زده شه. حالا یه ذره گوجه هم بیار. تخم مرغ داریم؟ چند تا؟ 10 تا. حالا تخم مرغ هم بیار. خب یه جا بگید دیگه، وقتمو میگیری. ببخشید
بعدن همه اینا رو من تلافی میکنم. و دکتر شما یه پزشک حاذق هستین، جامون مرغ و جامون گوش که تو خونتون هست، لطف کنین این لوله کنن از این چیزا، چوبای این خلال دندونا بزنن، با چند تا زیتون و خیار شورم بدن، رنگ میده و اولین صبونه دلنگیز زندگی مشترک. حال چیزی نه یار، میخوای صبونه بیاین خونه ما؟ یعنی میخواین صبونه پاگوشامون کنین؟ الان چاره ای من ندارم، همه چیو داری میبری. ماندانا میخوام پاگوشامون کنم. بیا ماندانا میاد، بیا برو تو تو ماندانا میاد، برو بینم. بفرمایید دیگه، میل کنید بفرمایید، دخند بفرمایید. خوشبختیم. خیلی خب ماندانا جون، پدر چطورن؟ حالشون خوبه؟ مشکلی براشون پیش نیومده؟ بله بله، به لطف شما خوبن، با دوستان رفتن کوه. اینکه کوه برو بخیه‌شون بده کی؟ بدو دیگه، بدو در سالن چه منو حاضر کن. نه دکتر، بابای ماندانا سوسول بازیای شما رو نداره. مرده. همینجوری سر پا واسطه بود، میگه بخیه‌ام نکن، من راحتم، من مردم، خودش جوش میخوره. اما الان اونا خودش جوش میخوره. بده بده، چای شیرینم، چای شیرین، چایم شیرین که بله واه، نه همه چیزم هم میزنم، هم میزنه. خب بزن، هم میزنه، چیزی نیستش که. زنم 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 مادر جون، خوشبختم. جا خب بخوا یخ کرد بابا. نه نه، بهروز بخوره سیر شه بعد من. ما اینجوری ایم، اول من میخورم صبونه، سیر میشم، خوشحال میشه، بعد صبونه میخورم. دکتر چرا چرا عرصی نمی کنی؟ من دیگه پیش نیومده. چرا اتفاقا خیلی هم پیش اومده، منتها همیشه 50-50 بوده، همیشه هم من میگفته آره، خانمه میگفته نه. نه البته شرایط خاص خودشو داره ازدواج، من موقعیت کاری جور نبوده، وضع مالی خوب نبوده، حالا خانم هم که همیشه تنها بوده. نه نه، من فکر می‌کنم شما یکم ترسو هستین. اگه عشق من و بهروزو داشتین و شجاعت بهروزو تا الان تنها نمونده بود. میگم که دکتر تو یه خورده منو الگوی خودت قرار بده، بعد همه چی درست میشه. من بابای ماندانا رو الگوی خودم قرار دادم، 5 سال بعد ماندانا رو گرفتم. آفرین آفرین، تو رو خدا یکم از خوبیای زندگی زناشویی بگین، شاید این هومن دلش نرم شد ازدواج کرد. برسو بگو. میگم تو بگو یا سرسون. نه تو بگو. من خوب میگم میگم گلوت گلوتو نگیم. نه من میگم. ای دکتر ببین، این خوبیای زندگی رو برات تعریف کنم. من امروز صبح از خواب پا شدم، دیدم ماندانا هم از خواب پا شده. بعد من رفتم دست صورتم رو با آب شستم، دیدم ماندانا هم دست صورتش رو با آب شست. بعد من با حوله خوش کردم صورتم، دیدم ماندانا با حوله خودش صورتشو خوش کرد. اینا برای من خیلی جالب بود دکتر. هومن یاد گرفتی؟ اصلا این حد از تفاهم که من دیگه تالا ندیده بودم، نوبرش آوردم. بروز جون خیلی نخوری رو دل کنی، یا نهارم درست کردم. ماندانا جون بذار راحت باشه، ما دیگه با هم تعارف نداریم، دیگه با هم فامیلیم. ناسلامتی آپاندیس داداش من داخل بدن پدر شماست. میگم که دکتر فکر میکردی با هم فامیل شیم؟ ببخشی اچه بابت اچه بابت بابت آپاندیس چی بابا بابا آپاندیست که دادی به بابا خانومم. الان مثلا به چی داریم میخندیم؟ خب خنده داره دیگه، فیلم های تو موبایل همش خنده داره. ولی خوش باله دکتر صحرایی شد و یه شبه معروف شد، الان همه میخوام باش سلفی بگیرن. وای خیلی بامزه است، با اجازتون میتونم شیرش کنم؟ بیا کجا رو بزنم شیرش؟ اینجا اینجا
اینا همش فتوشاپه مگه نه خانم دکتر؟ فتوشاپ مال عکسه، این فیلمه. من که نمیدونم، من موبایل ندارم، ولی پسرم میگه نه همه فتوشاپه. میشه برای من بلوتوثش کنی؟ برای تو یکی فقط از صبح تا حالا 3 بار بلوتوثش کردم. خب چیکار کنم؟ داره حیف میشه بلوتوث موبایلم روشنه. بلوتوث کن. تو خاموشش کن. خاموش نمیشه، خرابه. دستشو کرده نای موهاش میگه واقعا متاسفه. ولی فتوشاپ اینا. نه فتوشاپ نیست. ولی این اگه میومد پیش من واقعا فیلم بهتر و تاثیرگذارتر میشد. ببین یه بک بیابون میذاشتم اون پشتش، بعد با باد سوزناک، بعد خدای شن و ماسه پخش میشد تو صورتش. خسته بی‌نظیر. الان دستشو میکنه نای موهاش. اینا ولی بچه اینجای درس پیدا نکنه ها، غریبه نشون ندین خواهش میکنم. بالاخره دکتر سرایی هم آدم حسابیه، هم مدیرمونه، هم دکتر خوبیه. آره واقعا صحیح نیستش بهش بخندیم. بالاخره حاضر اگرم گفت که چرا نشون دادیم میگیم فتوشاپ بود. خب باش فتوشاپ. یه بار پلش میکنم، فقط قول بدیم بلند نخندین ها. بچه‌ای پذیرش نیستن. راستی دکتر نامه اومده برای. خب البته میدونستم بعد از اون عمل موفقیت آمیز و اون اهدا سید نامه های محبت آمیز به سمت من سرازیر میشه. نه دکتر یه دونه بیشتر نیست، عوارض نوسازی شهرداریه. مثل اینکه چند سالی میشه پرداخت نکردینا، روش یه مهر تهدیدآمیز خورده، واسه همین زنگ زدی. نه زنگ زدم بگم شما دیگه حق نداری توی پذیرش واسه جواب تلفن بدی. دکتر ما که داشتیم اینجا روزنامه‌مون رو می‌خوندیم، شما خودت زنگ زدی. ببینم تیتر اول روزنامه چیه؟ درباره دور بعدی مذاکراته. تیتر دوم نوشته لبنیات در هفته جاری گرون نمیشه، اما مسکن مشخص نیست. احیانا چیزی راجع به مثلا پیوندهای موفقیت‌آمیز و تو این حوزه چیزی ننوشتن؟ نه چرا دکتر، یه چیزی هست. چیه بگو ببینم. نوشته گزارش حیرت انگیز پیوند ازگیل و کدو حلوایی رو میتونی در صفحه 8 مامان دستت درد نکنه، خیلی زحمت کشیدی، ممنون. این مادرت برات بمیره. نگاه کن ببین پای چشم بچه‌م چه جوری گود افتاده. اصلا شکمش نگاه کن، شکمش تو رفته. من این بچه رو اینجوری فرستادم خونه بخت؟ نه تو بگو. آره مامان جان، من تازه یه روز ازدواج کردم، اتفاقا ماندانا دختر خوبیه، خوبم غذا میپزه برام. بابا راست میگه دیگه داداش مامان، الان از موقعی که اومدی اصلا نشناختمت، انقدر لاغر شدی. بخور مادرت فدات بشه. من وقتی میبینم تو اینجوری گشنه‌ای نمیدونی چه حالی میشم. آتشخالای بیرونو نخور مادر، نخور. من چقدر بهت بگم؟ نه اصلا نگران نباش مامان، ماندانا نمیذاره اصلا من غذای بیرونو بخورم. هر غذایی مادر بیرون از این آشپزخونه درست بشه غذا محسوب نمیشه، مخصوصا غذای عروس. وای اینجوری نکن تو رو خدا، ماندانا کلی غذای خوب بلده، غذای خارجی بلده برام غذا. ساده نباش داداش من، یه نگاهی به این صفحه حوادث روزنامه بنداز، هر یه روز در میون می‌نویسن زنی به علت مسمومیت غذایی شوهرشو کشت. الهی بمیرم مادر بر. اصلا این چه حرفیه تو به این میزنی ها؟ همون بگه تازه داماد باید حرفای قشنگ بزنی. همون من نمیفهمم اینا چیه. اما مادر دلهی کبابت بشه. خدا نکنه. خواب دیدم که افتادی گوشه خیابون، هر کس هم که رد میشه یا لگت بهت میزنه، لگت دومو میزنه، همینجوری به لگت میزنه. لگت دیگه چرا؟ جامعه همینه دیگه مادر، اگر ضعیف بشی و نتونی از خودت دفاع کنی همینطوری رد میشن و بهت لگت میزنن. از اون لحاظ ببین من اصلا میگم میدونی چیکار کن، غذا درست کرد ماندانا، تو خودش نخور تو هم نخور. مامان جان چشم، من غذا میخورم، اگر اجازه بدین من برم. الان ماندانا میاد یهو میبینه منو شک میکنم، من برم بزرگ. لحی بمیره مادرت. ببین بچه من این بود، ببین چی شده حالا. بهروز تو کجایی؟ بهروزم نهار درست کردم. بذار من بگم جان بود جدم. چی تو دهنته؟ نکنه نهار خوردی؟ نه میذاره از صبحونم مونده بود یه لقمه، اون گوشتم الان خوردم که زف نکنم. آخی ببین چی با صد درست کردم، ماکارونی با تعدیک سیب زمینی و دوغ. دوست نداری؟ چرا دوست دارم، چرا دوست ندارم، فقط الان یه خورده زود نیست برای نهار. بهروز جان نهار رو باید زود خورد.
نکنه غذای بیرون خوردی ها؟ آروم مادرم. نه من فقط اومدم یه سر به مادرم و خواهرم زده باشم. ببین بهروز جان غذای اینجا رو نخوری ها. خب اینجا دستاشون کثیفه، روغناشون مونده است، از آدمای ناجوری هم. مامانم و خواهرم انا. ببین بهروز جان مسائل خانوادگیمون رو با غذای بیرون قاطی نکن. اینجا چون بیرون از خونه است، غذاش هم بیرون خونه حساب میشه. خب جلو روشون داره میگی، یواشتر بگوین بین من زن و شوهریه. آقا من یعنی پس برا برم خونه مامانم غذا بخورم چی؟ اون که تو خونه است. ببین اون مسائلم با این مسائل قاطی نکن. چشم. ببین الان موافقی با هم بریم تو کافی شاپ بشینیم یه چای و کیک بخوریم تا بعد این شب بخوریم؟ این غذا رو جام میفته اون موقع بهتر میتونیم بخوریم. یهو بگو دستپخت منو دوست نداری دیگه. نه من چون جراحم اختیارم، من نوکر دستپخت تو هم هستم. این ببین من چون جراحم هر آن امکان داره بگن دکتر بیا این مریض رو بشکاف، میگم سبک برم تو اتاق عمل. خب همون دیگه، چون میخوای بری مریض بشکافی باید انرژی داشته باشی. اون شلوارت بود که برات تنگ شده بود. امروز نشستم شکافتمش، وا یک انرژی ازم گرفت. حالا فهمیدم که تو وقتی مریضا رو میشکافی چی میکشی. چای و کیک و نیستی؟ یعنی بریم کافی شاپ؟ ماره نه، احتیاجی به کافی شاپ نیست. که نمیدونی واسه یه عصرونه یه چایی و کیکی واسه درست کردم، شکلات خاممون، تازه مواد اولیه‌ش هم از زهداب گرفتم که یه تنوعی باشه. خیلی خوب باشه، کیک هم درست کردی، دستت درد نکنه. چه زن کدبانویی من دارم. فقط بهروز ما فقط یه امروز رو تونستیم با سیلی صورتمون رو سرخ نگه داریم. خب آروم نشه. ببین فردا نهار و شام و صبحونه هیچی نداریم چون پول نداریم. از صبح تا حالا کسی رو نشکافت؟ نه اصلا نیازی به اون نیست، من همین الان داشتم میرفتم اتاق هیئت مدیره مشکلاتمو در میون بذارم. خیلی خوب، پس اینو بگی بخور، این دوغم بگیر دسته. چشم. ببین حتما بخور یا من خالی تحویل میگیرم. خب باشه، چشم میخورم. راستی اینم تو راه بخور که ضعف نکنی. نه دیگه، دو قدمه تا اتاق هیئت مدیره. بگیر فشارت میفته، بخور یا. چشم، برو دیگه، برو. دکتر جون آفتاب کجاشه؟ آفتاب کجاشه؟ این گل بیچاره توی اورژانس اصلا آفتاب نمیخوره. گفتم حالا که قرار این همه راه و خسته و کوفته بیام اینجا این پانسمان رو طور عوض کنم، اینم یارم بذارم تو آفتاب بیشتر نیست تنمه نبینه. این دیگه صدمه هاشو البته دیده. ببخشید بذارینش همونجا تو آشپزخونه. خواهش میکنم. من سارا جون. جانم. چای و قهوه کدومش تازه تره؟ اون هر دو هستش، همه هست، هر چی میخوایم بریزیم. خودتون ببخش، من نمیتونم. من دارم برای خودم قهوه میریزم، برای تو چی بریزم؟ من مایعات نمیتونم بخورم، ببخشید. خوب میشی حالا؟ بله. بفرمایید، خیلی خوش آمدید آقای دکتر. بفرمایید اینجا جانم. آها میدونی سهرا جون، هیچ جا آرامش خونه نمیشه. بله اصلا این استرس و فشار و اورژانس آخر سر منو میکشه. اینا تخت نمیشه؟ اینا نه دیگه، تخت نمیشه اینا، تخت نمیشه. شما میخواین که دیگه یه نگاهی به این زخم برای پانسمان و اینا بندازی؟ حالا میندازم، اصلا این سر فرصت. این خستگی منو بونده تو تنم کوفته شد. سهرا جون از وقتی که معروف شدی همین خودتون لطف میکنی؟ کی من معروف شدم؟ معروف شدی دیگه، شیطون بلا اومن بلایی، شیطون بلا همه حرفتو میزنن. خب البته همه لطف دارن، کاری نکردم، کار کوچیکی بود. دیگه نری چی شکست نفسی میکنی اومن؟ نه بحث شکست نفسی نیستش، در واقع ببینید هر مدیری باید بتونه که نیروهای خودش رو هدایت کنه. این گوشه کوچیکی از توانه اینه بام ترکیدی آش میکنم همه دایان حرفتو میزنن. حالا که این میای بخش؟ من به زودی سعی میکنم بیام همه رو ببینم.
همکاران محترم تا 5 دقیقه دیگر برای دیدن آخرین فیلم به نام دکتر بی ارزه، جدیدترین ساخته خانم هاله صحرایی از طریق بلوتوث، در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. دوستانی که به فضای مجازی دسترسی ندارن، لطفاً با روشن نگه داشتن بلوتوث های خود ما را در امر اطلاع رسانی یاری نمایید. با تشکر. جمع کنید بابا، این چه بساطی رو انداختی؟ این مسخره بازی ها چیه؟ البته خانم من شما رو درک میکنم. میدونید هر فیلمی که از یه نفر میاد بیرون، اطرافیانش بیشتر از خودش تحت فشارن. ولی خب چیکار میشه کرد؟ این فیلم دیگه دست به دست چرخیده. بله حالا جون، فیلم از ما بگیرن بهتره از غریبه ها بگیرن؟ نه میدونی این مشکل بلوتوث کیفیت کارو میاره پایین. من میگم ساعت 7 شب اکران خصوصی بذاریم، از عواملم دعوت کنین همشون تشریف بیارن اونجا. میدونی نسخه اصلی 2 دقیقه اضافه تره، تازه پشت سنم داره. خوبه دیگه. چه عالی میشه. اون وقت شما جلسه پرسش و پاسخ هم دارین؟ نه به پرسش و پاسخ نیازی نیست، من همه حرفامو تو فیلمم زدم. میدونی الان دیگه فیلم متعلق به من نیست، متعلق به تماشاگرا و منتقدین عزیزه. من که هیچ نقطه قوتی تو کار نمیبینم. الان دیگه هر کی یه موبایل میگیره دستش فیلم میسازه. من که واقعا نتونستم تا آخر ببینمش. حالا کی از شما دوتا نظر خواست؟ اصلا امشب و فرداشب که چیف واسدید میتونید قشنگ فیلم بنده رو نقد کنید. اصلا شما میدونید کار با نوازیگر چقدر سخته؟ میدونید هیچ کس از ما حمایت نکرده. من این فیلمو با پول جیبی خودم ساختم. ببخششون حالتون. بریم سر کارتون. نفرموده بودید دوستتون اینقدر کم حرفن. آره ایشون حرف نمیزنه، ایشون کلا حرف نمیزنه، من جاشون حرف میزنم. شما بفرمایید تا دک پوستون یخت ترتازه بکنید، اینم الان سرکلش پیدا میشه. اومه امن علیکم. سلام. سلام. امن علیکم. سلام دکتر. سلام. خوب هستین؟ سلام آقای دکتر. امروز دیگه تکلیف من رتبن روشن کن. ما همه اینجا جمع شدیم که تکلیف تو رو روشن کنیم. بابا چقدر خوبه که به فکر دوستتون هستین. کاش همه چی اینجوری رفاقتی حل بشه. حالا دکتر حق عمل من چقدره؟ من پولشو لازم دارم. بابا حق عمل چی؟ بیا اینجا ببین تو چی نوشته، ببینیم چقدر میخرن زمین رو برداری بریم معطل مشتری اینجا. کدوم زمین؟ کدوم زمین؟ هنوی چی نشده دبه کردی باس من؟ ببین بابا زنت میگیرم یه کنج دست رو میکنم از تو اون حلقومش آپانسیسیشی میکشم بیرون. آهان اون زمین رو میگین؟ خب پدر زن من تازه عمل کرده، دکتر میدونن شاید بدنش آپاندیس رو قبول نکنه پس بزنه. ببین همه اینا اینجا شاهدن، اون آپانسیسی از روی دکتر باز کردیم اون بستیم روش، مکشر هرت پس بزنه. بابا جان شما چرا متوجه نیستین؟ ما تازه عروسی کردیم، شما اجازه بدین من با خانومم یه معسل کوچیک برم و برگردم تکلیف زمین روشن میکنیم. دکتر عشقی جان من همینجا یه موضوعی رو بگم، تا شما سند رو امضا نکنی حق خروج از بیمارستان رو نداری. تا آپاندیس داغه باید سند رو چسبوند. آقای دکتر این چه فرمایشیه؟ ما با هم رفیقی، ما شما زمین رو خیلی جدی گرفتین. بابا رفیق چیه؟ بیا این امضا کن، مشتری ها دهن افتاد قرار بکنم برداری بزن بره برداری بره. آقا این آقای شروین چه حرفی میزنن؟ من اصلا نمیدونم زمین کجای لباسونه. بابا هر جا میخواد باشه، تو شهر باشه، با هم بستازش با همشو بگیر برداری بره. اگه تو هومه باشه تفکیک و قطعه بندیشه بکنم برداری بزنی بره برداری بره. اگه اومده می وقت زمین کشاورزی بود اینو تغییر کاربریش بگیریم برداری بذاری بره. اگرم کبری بود بیابون زدایش بگیریم قله میکنیم برداری کلا بذاری برداری بره. ببخشید آقا شروین، این رفیقتون که دستش بازه آشنا نداره این 5 میلیون وام ازدواج ما رو بگیره؟ من زندگیم داره از هم میپاشه. زامن کارمند داری؟ نه نه این رفیق ما کار غیر قانونی نمیکنه، را دستش نیست برداری بره. میای این امضا میکنی یه بره آدم الاف تو انو. آقا جون این چه مدل حرف زدنه با یه آدم متأهله؟ من به شما قول میدم تا پانسمان دوم آپاندیس پدرزنم رو عوض نکردن بیارم سندو بذارم رو میز قال قضیه رو بکنیم. به من زیاد فشار بیارین زندگی مثلا میپاچه دکتر. ببین جان اگه تا پانسیمونه دویوم آپانسیسیت بابا زنت سندا اینجی بوک بو بم. اگه نبو من میمونم و آپانسیسی بابا زن تو یه تیقیه رای انقضی. نه خیالتون راحت باشه، ما به توافق رسیدیم. چشم اینم بفرمایید ماکارونی عالی اولین دستپخت همسرم آورده من بخورم، گفتم دوره همین با هم بخورید. عزیزم این غذا رو همسرت برای تو پخته، اگه نخوری بیچارت میکنه. حالا که نیست دکتر، میخواد از کجا بفهمه؟ اینم دوغ. خانم ها این چیز رو راحت حس میکنن.
الان همین دکتر سهراب خودمونو میبینیم؟ اولین بدبختی زندگیش کی پدید اومد؟ اولین نهار زندگی مشترکشو کامل تا ته نخور، بخور اینو بردار بره. بله. تنها؟ من پیشنهاد میکنم هممون بریم و دکتر عشقی جان رو با اولین دست پخت زندگی مشترکش تنها بذاری. من ماکاریون نخوردم. بریم. نه نه دکتر، من آخه میدونین چیه، یه خوردم سیرم. خواهش میکنم به عنوان چهار تا رفیق، آخه من اینو، من آخه پیش مادرم